وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بیننده برنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستید. پس سلامی به صمیمیت لبخند 30 ساله سپاه پاسداران بر چهره مردم انقلابی ایران اسلامی. وقتی قرار از چیز با ارزش و قیمتی مراقبت بکنیم، چه شاخصه ها و خصوصیاتی باید داشته باشیم؟ از چیز محافظت میکنیم که ارزشش رو داشته باشیم. از چیز جنس بیشتر ارزش داشته باشه، بیشتر ازش محافظت میشه دیگه. برای اینکه آدم از این گلا خوب نگهداری بکنه، بعد چیکار بکنه؟ اولا باید بیماریشو بشناسیم. بارون و اینا میاد، تلفن میکشیم روش، یا اینکه سعی میکنیم زیاد زیر آفتاب نمونه، چون ترک برمی داره خوش میشه. برای اینکه از این دستگاه بتونیم محافظت کنیم، چه چیزی لازمه؟ خب به هر حال برای مراقبت از یه دستگاه با ارزش باید تجهیزات و افراد متخصص وجود داشته باشه و اینا فراهم باشه تا بشه مراقبت خوبی از این دستگاه انجام بشه. این مواردی که با هم دیدیم و شنیدیم، هر کدوم شاخصه های بزرگی برای محافظت از چیزهای مهم مادی و معنویه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنابر قانون اساسی کشور عزیزمون ایران موظفه تا از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون محافظت بکنه. به نظر شما برای محافظت از این دستاورد بزرگ ما ایرانیان و مسلمانان جهان، سپاه پاسداران این شاخصه ها رو در چه حد و اندازه هایی باید داشته باشه؟ Yeah.
پیشرفت ما در تجهیزات نظامی مؤثر است، اما اگر ما بهترین ابزار جنگی دنیا رو داشته باشیم اما وجودهایی که این سلاح را، این قایق را به حرکت در می آورند، موشک رو به حرکت در می آورند، ایمان به خدا نداشته باشند، معنویت در وجود آنها شعله نکشد، دشمن از این قدرت هراسی ندارد. آن چیزی که دشمنان ما را از ملت ایران، از بسیجیان ایران، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وحشت انداخته است، نیروی ایمان پاسداران ما و بسیجیان ماست. ما الان در منطقه رزمایش که شما شاهدش هستید دو تا بیمارستان داریم صحرایی. یک بیمارستان صحرایی و خاص رزمایش داریم، یک بیمارستان صحرایی در کنار بیمارستان رزمایش برای مردم یاری داریم، که این بیمارستانی که امروز شما شاهدش بودید برای افتتاح، بیمارستانی هستش که برای مردم یاری هستش و کمک به مردم منطقه است. از طریق تلویزیون شبکه 6 این تمرین دیدم، واقعا خیلی باعث افتخار شد واسه من. در این رزمایش بعضن شاهد سکوت برخی از رسانه خبری هستیم، اما از اونجایی که شبکه‌های مختلف، شبکه‌های عربی در منطقه، شبکه‌های حتی کشورهای آسیایی شرقی و اروپایی بازتاب دادن و افکار عمومی جهان در جریان این رزمایش قرار گرفت، حتی ما شاهد این هستیم که شبکه‌های مثل CNN این رزمایش رو بی‌نظیر اعلام می‌کنه و اینکه تا به حال در این صد سپاه پاسداران رزمایشی رو نداشته.